به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، 7 شب به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر آفتابی به وقت واشنگتن با شما خواهیم بود در تفسیر خبر. و چون دوشنبه های اخیر در این شماره از برنامه میپردازیم به آخرین خبرها در عرصه حقوق بشر یا آنچه که واقعی تر هست عرصه نقض حقوق بشر در حکومت فقیه، اعدام های اخیر در کرمان و استان فارس، آنچه که بر سر دراویش گنابادی آمده است، پیامدهای اعدام در خانواده های ایرانی، یک کودک ایرانی دیگر نیز با تقلید اعدام، مراسم رسمی اعدام در حکومت فقیه جان سپرد و خبرهای دیگر در همین عرصه، ضدیت جمهوری اسلامی با حقوق انسانی مردم ایران. در نخستین در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند خانم مهوش الاسفندی، بنیانگذار نهاد مادران علیه اعدام در تورنتو. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم الاسفندی گرامی، با سلام خدمت شما. من هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان تلویزیون ایران فردا در ایران و سراسر دنیا. خانم الاسفندی گرامی، شما به اعتبار آموزگار بودن با کودکان سر و کار داشتین، دانش آموزان، الان هم آغاز سال تحصیلی تقریبا در آستانش هستیم و بچه ها روانه مدرسه شدن، الان برای این که به میلیون ها کودک ایرانی به مدرسه نخواهند رفت به دلیل ناتوانی مالی پدر و مادر خانوادهشون. به هر حال این خبر رو ما داشتیم که کودکی در ایران در پی تقلید مراسم اعدام باز عملا درگذشت، عملا نوعی خودکشی، عملا من نمیدونم چه اسمی براش گذاشت. در این زمینه از شما میشنویم این کارهایی که در جمهوری اسلامی انجام میشه، اعدام در ملأ عام و بقیه مسائل مربوطشون چه پیامدهایی داره برای خانواده‌های ایران؟ خب متاسفانه یکی از صحبت‌هایی که دائم می‌شده که اعدام در ملأ عام باز تولید خشونت و این اثرش رو ما الان دیدیم. یعنی ببینید الان بار اول هم نیست. علی اکبر یونسی پسر بچه 12 ساله بوده، تو خونه تنها بوده و میخواسته تمرین کنه، این صحنه اعدام رو که دیده، در واقع به عنوان تقلید و بازی‌های کودکانه‌ای که کودکانی که به سن و سال این هستن یا حتی پایین‌تر، معمولا شما میدونید کودکان یا میان نقش پدر رو تقلید میکنن، نقش مادر، نقش معلم، از هر چیزی اتفاقاتی که میبینن میخوان اون نقش پذیری‌ها رو تمرین بکنن، در واقع بازی بکنن.
و این بچه هم اومده و این جریانات اخیر رو که دیده، صحنه اعدام در ملأ عام رو دیده، اومده و این تمرین رو انجام داده با کمربند خودش بسته به لوله گازی که توی خونشون بوده و خواسته ببینه این چه جور اتفاقی میفته و میمیره، خفه میشه. یعنی دقیقا همون اعدام، همون چیزی که شما فرمودید، یک چیزی مثل خودکشی، ولی خودکشی یک تصمیمیه که انسان ها میگیرن بر اثر اون درد یا یک اتفاقی که براشون افتاده و در واقع اختیار درش هست، ولی این کودک بوده، بازی کودکانه بوده و این کار رو انجام داده و منجر به قتلش شده. و در واقع اینا بعد از دیدن این اعدام های اخیر بوده. تو همدان دو نفر رو اخیرا در ملأ عام اعدام کردن به اسم ارازل و اوباش، یعنی در واقع دو مجرم رو به قول خودشون اعدام میکنن، ولی اینجا میبینید یک کودک که هیچ جرمی مرتکب نشده میاد و به همون شیوه کشته میشه. اینها اون چیزی است که به عنوان بازتولید خشونت ازش صحبت میشه. من به عنوان یک مادر که این اتفاق برای خودم افتاده، اگه بخوام راجع به این جریان صحبت کنم که ملأ عام نباید اعدام باشه، به عنوان یک مادر برای من فرقی نمیکنه بچه من توی زندان بین دیوارهای بلند اعدام بشه یا تو ملأ عام اعدام بشه، جان بچه من گرفته شده. ولی این که ما میگیم ملأ عام چه اثراتی داره، یکی از اثراتش اینه که برمیگرده مستقیم به جامعه. خانم الاسفندی عزیز، اخیرا هم در فاس و جاهای دیگه باز اعدام، پشت اعدام. ببینید در دولت حسن روحانی تا به حال بیش از 1000 نفر اعدام شدن. یعنی من آماری میخونم، تقسیم بکنید، در هر 7 ساعت 1 نفر در ایران اعدام شده به اتهام‌های مختلف. قطعا آقای حسن روحانی هم در این هفته میخواد بیاد در اینجا سازمان ملل متحد باز از آن انشاهای حوزوی بخونن که ما کرامت انسانی را در ایران پاس میداریم و با همین حرفای بی اساس و که هیچ معنی در عرصه ایران نداره. بیش از 1000 نفر در ایران اعدام شدن در 1 سال گذشته، هر 7 ساعت 1 نفر. تفسیر شما رو میشتم، این ماشین اعدام چرا متوقف نمیشه در ایران؟ این چیزی که به عنوان اعدام تو ایران داره انجام میشه در واقع همون با وحشتیه که همیشه صحبت شده ازش. من اتفاقا یک سری آمار رو تهیه کرده بودم در رابطه با سونامی اعدام در ایران. شما اگر بخواید مقایسه بکنید همین شهریور ماه گذشته، یعنی در واقع این ماهی که گذشت و فردا اولین روز ماه مهر میشه، بیشترین آمار کشتار رو ما داشتیم در ایران، صرف نظر از اینکه در دنیا ما مقام دوم رو داریم از نظر اعدام و در رابطه با آمار جمعیتی بخوای حساب بکنی نسبت به چین ما مقام اول رو داریم، ولی بحث سر اینه که چرا کشتار؟ چرا این همه آدم رو شما دارید میکشید و به اتهام‌های مختلف، ولی هیچ وقت هم تو این اتهامایی که اعلام میکنن هیچ وقت نمیگن که ما زندانی سیاسی رو اعدام میکنیم. همه اعدام رو بر اساس جرم و جنایت و قاچاق مواد مخدر و این چیزها اعلام میکنن و بحثشون سر اینه که ما میخوایم جامعه رو بهتر بکنیم، بحثشون سر اینه که ما میخوایم یک کار سازنده انجام بدیم. و شما میبینید که این بیشتر از هر چیزی اون رعب و وحشت رو داره، اون این چیزی که ما هستیم، یعنی این ماییم و تمام مخالفین خودمون رو میکشیم و گردن میزنیم. در واقع اون همون مسئله منیت و ابراز وجودشون از اون قدرت و اون ماشین کشتاری که در دستشون هست، راجع به اون دارن بیشتر اونها صحبت میکنن، نه راجع به اصلاح و سازندگی جامعه. خب به هر حال پس یعنی در دولت حسن روحانی اونطور که شما زیر نظر دارید باز این ماشین اعدام لحظه متوقف نشد، بلکه حتی سرعت بیشتری هم گرفت. دقیقا. البته اینا یک پاسخی معمولا میدن که در عمل به هیچ وقت
واقعیت نداره. اینی که در جمهوری اسلامی هر سه قوه از همدیگر جدا هستند. آقای روحانی مسئول قوه مجریه است، منتها آقای حسن روحانی در کابینه خودش فرض کنید وزیرایی داره مثل آقای پوراحمدی. بله آقای روحانی حتی بر اساس قانون اساسی خود جمهوری اسلامی میتونه اقداماتی بکنه سوال برانگیز در مورد قوه قضاییه، ولی چون این هم نیست دیگه، راحت ترینش دیگه از نظر ظاهر هم حتی وابسته نیستن، سران دو قوه دو برادر همسو و هم خط و همراه هستن و مطیع ولی فقیه، همچنان که آقای حسن روحانی نیز در این زمینه همسو و هم ردیف آن دوی دیگر. خانم الاسفندی گرامی، شما قطعا در جریان هستین و بسیاری از بینندگان ما، آنچه که بر سر دراویش ایران آمده، موافق هستین گوشه ای از ویدئویی رو که من بنیاد مادران علیه اعدام هم این خبر رو منتشر کرد، یعنی بازتاب داده، این رو ما با هم ببینیم و به اتفاق بینندگان باز خواهیم داشت. یا علی مدد، یا علی مدد، حجت به مولا، حجت به مولا، حجت به مولا، یا مدد آقا، حجت به مولا، یا علی مدد. خب خانم الاسفندی گرامی، دراویش هم از تیغ ولایت فقیه در امان نبودند، سالهاست در زندان هستند، اعتصاب قضایی اونا ادامه داشته، معترضین دراویش دیگری در برابر زندان گرد اومدن. برای بینندگان من توضیح میدم، نیروهای امنیتی ولی فقیه بر سر آنان ریختند و بخشی از آن چیزی که بر سر اونها اومده در گوشه از بیمارستانی در تهران با هم دیدیم. چرا؟ چرا خانم الاسفندی حتی دراویش ایران هم مسئول نیستن از این همه خشونتی که ناشی از چنین حکومتی است؟ چرا؟ شما این صحنه‌هایی که دیدید که واقعا تکان دهنده است. یعنی شما ببینید یک تعداد از آدم هایی که جمع شدن فقط به خاطر اینکه اعتراض کردن که چرا تعدادی از اعضای از دراویش بنابادی در زندان ها هستن و در وضعیت جسمی و بیماری شدید هستن، تو وضعیت بدی هستن. اینها فقط جرم این مردمی که شما میبینید سر و صورت خونین و سرهای شکسته و دست شکسته و این وضعیت فجیع رو که شما دارید میبینید، اینها فقط به خاطر اینه که خواستن یک اعتراض بکنن و بگن اونها رو به وضعشون رسیدگی بکنید و اینا میان در ملأ عام اینجوری به مردم حمله میکنن و مردم رو خونین و مجروح میکنن. شما ببینید توی زندان های ما چه میگذره، اون درون که پیدا نیست با مردم چه کار میکنن، بحث چیه، اینها چه کار کردن، چه جرمی مرتکب شدن که جوابشون با شکستن سر و خونین شدن باید جواب داده بشه. اینها بحث اینه که اینها نمیخوان هیچ نوع تجمعی رو ببینن. دراویش گنابادی بعد از اینکه به زندان افتادن و یک چیز حدود 2000 نفر از هوادارانشون تصمیم گرفتن و گفتن یا اونها رو آزاد کنید یا ما هم با دست و پای بسته میایم و ما رو زندان کنید. یعنی اصلا بدون درگیری، بدون هیچ نوع مقاومت گفتن ما رو هم زندان کنید و در واقع اسم کمپینشون رو گذاشته بودن کمپین کوچ به زندان اوین. اینها فقط میخواستن به قول خودشون برن زندان اوین و اینها
رو میگیرن و اینجوری میزنن. بحث سر این نیست که چرا اینها رو میکشن، بحث سر اون چرایی اصلیه، یعنی اینکه جمهوری اسلامی و این کسانی که در رأس حکومت هستن از هر نوع تجمعی هراس دارن، از هر نوع تشکلی هراس دارن، چه تشکل دراویش گنابادی باشه به عنوان کسی که مسلمانه، چه تجمع کارگران باشه، چه تجمع معلمین باشه و اصناف دیگر باشه، هر نوع اعتراضی که باشه و صحبت از اون تشکل بشه، یعنی یک گروه دور هم جمع شدن و یک خواسته واحد رو میخوان به اجرا در بیارن، بس اون رعب و وحشت هست که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد کنه و جلوی اون کار رو بگیره. بیشتر از هر چیز مطلب اساسی اونه که جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ تشکلی رو ببینه. سعدی زمانی گفته بود که سعدی افتاده ایست آزاده کس نیاید، به جنگ افتاده اما نماند و ببینه که فقیه، ولایت فقیه در حکومت فقیه به جنگ افتاده ی آزاده گیش، به جنگ درویش گوشگیر نیست که کنار خانقاه خودش به عبادت خداوند از طریقه به طریقی که خودش میشناسه مشغول هست هم ریختند و میریزند و میزنند و میکشند و روانه بیمارستان میکنند. این و ببینید در طیف مذهبی ما درویش ایرانی داریم، روحانی شیعه داریم، نوکیش مسیحی داریم، زرتشتی داریم، بهایی ها داریم، هر کدوم فرقه و راه پرستش متفاوتی برای خالق این جهان که اعتبار قائل هستن. بهران بسیارشون سر از زندانهای جمهوری اسلامی در آوردن. در کنار درویش شما ببینید روحانی شیعه آقای کاظمینی بروجردی هم سالهاست در زندان است، ضرب و شتم و شکنجه و عرض کنم خدمت شما اقدامات هرچی که بوده برای آزار ایزای ایشون به عمل اومده و پیروان و هواداران ایشون. آخرین خبر رو در مورد ایشون از شما میشنویم و بارها هم تهدید به اعدام شده ایشون. ایشون تو وضعیت جسمی و بیماری خیلی شدیدی به سر میبرن، داروهاشون بهشون نمیدن، بهشون به وضعیت جسمیشون بیماریشون رسیدگی نمیشه و شدیداً نگرانشون هستیم ما. ببینید همیشه درست جمهوری اسلامی گفته که ایشون رو اعدام میکنه، ولی بعضی وقتا شاید اعدامش به این صورت نباشه که طناب دار بندازه گردنش. یکی از کارهایی که میکنه همین مرگ خاموشه، چیزی که نصیب آقای اوسانلو شد، ما اون رو دیدیم. یعنی ببینید داروها رو نمیدن به کسی که بیماره، به کسی که مشکل داره، بهش رسیدگی نمیکنه، تو وضعیت بیماری خیلی شدید به سر میبره، داروها رو نمیدن تا بر اثر بیماری اونجا کم کم بمیره، بعدم میگن مرد، خیلی راحت مرد و هیچ نوع پاسخی هم ندارن در این رابطه بدن. شما به قول شما میگید که دراویش گنابادی و اون مسیحیان نوکیش، اینها همه کسایی هستند که یک عقیده دیگری دارن، یک تعریف دیگری دارن، یک نوع چیز دیگری دارن در رابطه با ارتباط با خدای خودشون. ما در رابطه با همین دراویش گنابادی حمله ای که دیروز شده آمار خیلی کمی نبردن زندان، 800 نفر رو بردن زندان. آقای چالنگی به زبان ساده است این عدد، 800 نفر رو توی یک روز ببری زندان و حتی کودک 9 ماه هم از این جریان بی نصیب نبوده و اینا خیلی تکان دهنده است. ولی یکی از درویش میگفت درویش چه سلاحی داره جز آه درویش، اون چی که در فرهنگ ما هست، در فرهنگ گوشه و کنار ایران هست. بر سر درویش ایرانی با کلاه خود ریختن و با باتون و زدن، درویش ایرانی به قول این هموطنمون چه داره جز نه درویش هر جای جهان، در هند و هر جای دیگه جهان، در یونان باستان هم که در واقع به نحوی ریشه های این مطلب و موضوع به اونجا هم برمیگرده،
همین بود، چه داشت؟ به هر حال امیدواریم روزی چنین نباشه. چطور میشه که چنین نباشه خانم الاسفندی؟ درویش در گوشه خانقاهش به عبادتش مشغول، هر که به هر طریقی خداوند خودشو میپرسته آزاد مثل همه جا. در کانادا الان شما چه در معبد یهودیان باشید، چه در مسجد مسلمانان، چه در کلیسا، یه جای دیگه و در خانه، خب هر طریق خدا رو بپرستید، خداوندی که اعتقاد داره، خب مشکل نیست. چطور میشه که به اصطلاح در ایران ما درویش زندانی، نوکیش مسیح زندانی ارز کنم و این همه زندانی خیلی متفاوت نداشته باشه؟ خب ببینید، یه بحث اساسی هست اینه که هر کدوم از این گروه‌هایی که اومدن بیرون و اعتصاب کردن و تحصن کردن، در واقع به نوعی نشاندهنده اینه که اون گروه که اومده بیرون برای خودش یک تشکل داره، یک سازماندهی داره که همزمان اومدن بیرون. مثل همین جریان دراویش گنابادی که یهو 2000 نفر میاد بیرون و شما میبینید دوباره از اون طرف تجمع معلمان پیشدبستانی رو میبینید، اونها هم جدا میان و برای خودشون جدا تحصن میکنن. و دوباره پیشتر از اون شما میبینید کارگران پتروشیمی ماشر که دوباره اونها هم میان جدا برای خودشون اعتصاب میکنن، تحصن میکنن و بعد اونها رو با شلاق میزنن. یعنی کارگری که میگه نان ندارم با شلاق جوابشو میدن. در سالهای گذشته هم همینطور که نگاه بکنید میبینید کانونای صنفی معلما، اونها هم همینجور بر اومده بودن تحصن، اعتصاب، که هنوز که هنوز ما میبینیم از معلمان اون دوره آقای رسول بوداغی هنوز تو زندانه. بحث سر اینه که ما، یا مثلا دوباره ما میبینیم کارگرا، شاروخ زمانی، دوباره بهنام ابراهیم زاده است، همه اینها، آقای رضا شهابی، اینا همه تو زندانن. ولی اینکه این همه زندانهای ما پره از اصناف مختلف، از گروه‌های مختلف، از کارگران، از معلمان، از دراویش، از مسیحیان، بس سر اینه که ما میبینیم اینا هر کدوم جدا جدا گروه خودشون رو برداشتن آوردن تو خیابون. بس سر اینه. و ما طبق اون داستانهایی که تو دوران کودکیمون میخوندیم، داستان اون پیرمردی که میاد و به کودکش اون یک دسته نی رو میده و میگه که بیا و اینها رو دونه دونه بشکن و بعد اون بچه دونه دونه اونها رو راحت میشکنه و وقتی اونها همه رو با هم میده دستش، هر کاری میکنه نمیتونه اونها رو بشکنه. کاری که متاسفانه این نیروهایی که درون ایران هستن، این مبارزین ما درون ایران دارن انجام میدن، اینه که جدا جدا هر کدومشون دارن پا به عرصه مبارزه میذارن و یکی از دلایلی که با شکست مواجه میشن و یا میشکنن و اینجور زندانهای ما پر میشه، یکی از دلایل شاید همین جدا جدا شدن هاست. و من فکر میکنم اگر اینها بیان و با هم دیگه یک روز رو با هم بیان بیرون، اون اثرگذاریش بیشتره و جمهوری اسلامی نمیتونه اون کار شکنندگی رو انجام بده. خانم الاسفندی، من بیشتر و پیشتر از این که در پرسش معطوف به این باشه که به چه شیوه میشه رسید به اونجا، پرسش من این هستش که در چه شرایطی هست که در ایران این اتفاقات نخواهد افتاد؟ یعنی چه وضعیتی در ایران اگر وجود داشته باشه دیگه درویش گنابادی زندان نمیره، کتک نمیخوره و با همه این مسائلی که میدونیم اتفاق؟ خب ببینید، سیستم حکومتی جمهوری اسلامی در واقع تک محوریه، یعنی در واقع اون شخص رهبری هست که تمام این دستورها رو میده. شخص رهبری و اون مذهبی که خودش داره و اونجوری که خودش فکر میکنه میگه باید همه اینجور فکر بکنن و اون جور دیگری فکر کردن خطرناکه. بهترین شیوه اینه که
این نوع شیوه نباشه، شیوه ولایت فقیهی نباشه، شیوه ای که تمام در واقع سیستم قوه قضاییش مستقل عمل نمی کنه، وقتی که اینها همه دارن تحت رهبری جمهوری اسلامی، تحت رهبری ولایت فقیه دارن کار انجام میدن، خب 100% نمیتونن، این تفکیک قوا انجام نمیشه و نمیتونن مستقل عمل بکنن. اینه که برخوردها به این شکل انجام میشه. و الان ما یک نکته هست، اعدام های خاموش شما اشاره کردید، ما در طول این 30 چند ساله در ایران بسیار اتفاق افتاد، یعنی کسانی که در زندان به شکلهای مختلف کشته شدن، مثل امید رضا میر سیافی استاندور و افشین استاندور رو شما اشاره کردید، مثل ستار بهشتی، مثل اکبر محمدی و بسیاری بودند که در زندان متاسفانه در زیر شکنجه جان سپردن یا در اثر لغو خدمات پزشکی مورد نیاز و حیاتیشون. یک نکته این هست، و الان هم اهل سنت داریم در زندان که خانم الاسفندی در مزان اعدام هستن، در مزان تهدید برای نیست؟ ببینید، ما یه خبر نگران کننده که داریم اینه که آقای برزان نصرالله زاده، ایشون شخصی هستن که در 17 سالگی، یعنی 17 سال و 5 ماه سن داشته که به زندان افتاده، الان 4 سال تو زندانه. مشکلشون هم اینه که درد شکم، درد شدید دارن. وقتی که بردنشون بیمارستان، دکترها گفتن که ایشون در ناحیه دیافراگمشون دچار مشکل جدی هستن و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرن و دوباره ایشون رو با همون وضعیت به زندان برگردوندن. چرا؟ حکم اعدام داره، ایشون باید اعدام بشه، فرقی نمیکنه. حالا برای اینا یه مقدار هزینه کمتر بشه، تو زندان بر اثر اون بیماریش بمیره، در صورتی که طبق قوانین خودشون شخصی که میخوان اعدام کنن، اول باید پزشک صحت و سلامتی اون رو تایید کنه و بعد اعدام بشه. اینها، این زندانی، حکم اعدامش اومده ولی میذارن از درد قلب تحت فشار باشه، اذیت بشه و بعدم اینا حکم اعدامشون رو اجرا کنن، به همین راحتی، به همین سادگی. این در مورد برزان نصرالله زاده است که من تصویر ایشون رو هم فکر میکنم خدمت شما فرستادم، این برای ما این خبر رسیده و واقعا نگرانش هستن و ایشون هم از اهل سنت هستن. خانم الاسفندی، ببینید فردا مدارس آغاز میشه، یعنی بازپخش این برنامه قطعا روز اول مهر خواهد بود. شما دلتون برای بچه های مدرسه تنگ نشده؟ در چهره بچه های مدرسه آخرین روزهایی که بر سر کلاس بودید چه میدید؟ در صورت بسیاری از کودکان ایرانی آدم نشونه شادی نمیبینه متاسف. دقیقا این سوالی که شما کردید آقای چالنگی من رو به یک فضای دیگه برد. من فکر میکنم خیلی منقلب شدم، چون ما معمولا این روز رو و یا حتی از یک ماه قبلش توی اون جنب و جوش و اون دوران و اون برنامه ریزی هایی بودیم برای مدرسه، برای دانش آموز ها که چه کار میتونیم، یعنی بازگشای مدرسه برای بچه ها، برای دانش آموزا و برای خود معلم ها در واقع یک روز، اصلا نمیدونم بگم چجوری توصیفش کنیم، یک روز فوق العاده زیبا، شاید بشه گفت یک روزی مثل یک تولد دوباره، مثل بخوام توصیفش کنم مثل روز عید، مثل یک روز خیلی باشکوه. یعنی یک چیزی که من رو الان خیلی اذیت میکنه همین بوی پاییزه، همین اینکه قرار مدارس باز بشه، این اون چور، اون زیبایی، اون چیزی که ما دنبالش میرفتیم و برای آغاز مدرسه ها. ولی الان شما میدونید بیشتر از اون چه که خانواده ها رو نگران میکنه اینه که
بچهش رو میخواد بفرسته مدرسه و نگران اون سرووضعیه که روز اول میخواد بره، یعنی میخواد با یه سرووضع تر و تمیز نو و اون وسایل لوازم و تحریر گران و سرسام آور، حالا میخواد این بچه رو بفرسته مدرسه. حالا ببینید آیا اون شرایط براش فراهم هست که بتونه در واقع اون روز عید رو آغاز بکنه، اون روز نو رو آغاز بکنه. و این چیزیه که اصلا نمیشه توصیفش کرد. طبق آمار رسمی خود حکومت اسلامی ایران، در ایران بیش از 2 میلیون کودک ایرانی توانایی رفتن به مدرسه ندارن به دلیل ناتوانی مالی خانواده های. مدارس کافی برای کودکانی که به مدرسه میرن وجود نداره. طبق آمار آخرین آمار دولت آقای احمدی نژاد در بسیاری از مناطق کشور، در شهر من، شهر من و شهر خانم الاسفندی مسجد سلیمان، شهر پرسرمایه مسجد سلیمان، منبع ثروت ایران، ثروت نفتی ایران، در حاشیه این شهر ثروتمند که حاصل چاهای نفت اون روانه حساب‌های بسیار در سوئیس، کانادا، آمریکا و جاهای دیگه‌ای در اروپا هم شده، در حاشیه این شهر کودکان، من ویدئویی رو در برنامه‌های تفسیر خبر پخش کردم که در آغل گوسفندان درس بسیاری از معلمان ایران تا 34 سال گذشته در زندان بودند، مورد آزار و اذیت‌های بسیار قرار گرفتند. خانم الاسفندی و اکنون هم معلم‌های بسیار در زندان هستند. بانو الاسفندی معلم ایرانی، آموزگار ایرانی، داغدار 2 فرزند خیش است و بسیاری از معلمان ایران نیز فرزندان خودشون رو در این 30 چند ساله از دست دادند، چه در زندان و چه خارج از زندان، در سراسر ایران اعدامیان بسیاری که والدین اونها، پدر یا مادر اونها آموزگاران ایران. خانم الاسفندی گرامی، چه آرزویی دارید برای دانش آموزان ایران؟ والا چی بگم، اون چه که مسلمه، ما آرزوی اصلی من اینه که اون بچه هایی که تو اون مدارس هستن به انسان تبدیل بشن، چون شما میدونید که هدف اصلی از آموزش و پرورش انسان سازیه، انسان و انسانیت. ولی واقعا آرزوم اینه که همه به انسان تبدیل بشن و عشق به زندگی و انسانیت داشته باشن، چیزی که متاسفانه شما دیدید دیگه در رابطه با همین پسر 12 ساله‌ای که خودشو میکشه. این چیزا برای ما واقعا نگران کننده است که بخوایم حالا بگیم که چه جور آرزویی میتونیم داشته باشیم. من بیشتر از هر چیز فکر میکنم انسانیت بالاترین درجه‌ایه که ما همه بهش نیاز داریم، باید بهش برسیم. یعنی ما همیشه توی مدرسه‌مون یه بحثی داشتیم که این همه بیست، ولی آیا واقعا انسان هست؟ میدونید، یعنی اینکه همه نمره 20 بگیرن ولی انسان نباشن اون فایده نداره، یعنی در واقع اون نمره نیست که تعیین کننده است. یعنی شستشوی مغزی حکومت، اون چیزی که در... پایان کار به وجود میاد و به اجتماع برمیگرده اون انسانیته. و شما یکی از چیزهایی که باعث نگرانیه و من دائما دارم این رو میگم اینه که شما میبینید توی جمهوری اسلامی آماری که اعلام میکنه برای اعدام ها هیچ وقت نمیگه زندانی سیاسی، همش به اتهام قاچاق مواد مخدر داره اعلام میکنه. و شما و من و بقیه که عزیزانی که در اون کشور هستن باید از جمهوری اسلامی بپرسن، از این سیستم بپرسن، اینی که میگه دین رحمت، دین عطوفت، دین انسان، دین شرف، دین وجدان، توی این 35 سال چه کار کرده با مردم ما؟
چه چیزی رو تونسته پرورش بده؟ دینی که از سنین مهد کودک آمادگی شروع کرده و شستشوی مغزی داده و تربیت اسلامی رو میخواد حاکم بکنه، چه چیزی تونسته تا حالا به وجود بیاره؟ اگر واقعا بپذیریم اون حرف درسته و هرچه که اعدام میشن مجرم هستن و قاچاقچی مواد هستن، این سوال خیلی بزرگ مقابل جمهوری اسلامی هست که شما توی این 35 سال چه نقشی داشتید، چه کار کردید که این همه مجرم تربیت کردید. و بعد آقای چالنگی، من میدونم که وقت نیست، من دلم نمیاد این مطلب رو نگم. یکی از عزیزان ما به اسم آقای محمد عبداللهی رو میخوان اعدامش کنن، حکم اعدامش اومده، میخوان اعدامش کنن، ولی الان یک هفته است دارن به خانوادش، فامیلش، دوستانش، همسایش و همشهریاش دارن یک گروه را افتادن از طرف جمهوری اسلامی و بین اون شهر را افتادن، میگن که این آدم رو که ما میخوایم اعدامش کنیم بزهکاره، اگر اعدامش کردیم حق ندارید بگید که ایشون سیاسی بوده، و بعد اگر شما بعد از اعدام ما اعلام کردید که این سیاسیه، ما به شما اجازه مراسم نمیدیم، برگزاری مراسم نمیدیم، ما جنازه رو به شما تحویل نمیدیم. و اگر وقت هست من یک صحبت دارم رو به اون خانواده و خانواده های دیگری که اینجور تهدیدها میشن. یک دقیقه در خدمتتون هستم، بفهم. من میخوام به اون خانواده و خانواده های دیگری که از این تهدیدها میشن میخوام بگم که بحث اینه که فرزند شما که در دست جمهوری اسلامی اسیره، اون نباید جانش گرفته بشه به هیچ طریقی، و شما این تهدیدها رو عملی یعنی گوش ندید بهش و هر چه که میتونید این جریان رو بیشتر رسانه‌ای کنید، بیشتر افشا کنید و باور کنید وقتی بچه شما رو کشتن هیچ فرقی نمیکنه جنازش به دست شما برسه یا نرسه، مراسم بتونی براش بگیری یا نگیری، بحث اینه که جان اون نباید گرفته بشه و جلوی این کار رو ما بگیریم. همه بله، امیدواریم چنین بشه و روزی دیگه کسی در ایران اعدام نشه، امیدواریم. با سپاس بسیار از شما خانم الاسفندی گرامی، با سپاس از شما، با سپاس از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. این برنامه رو من تقدیم میکنم همراه با کادر تولید و تدارکات برنامه به همه آموزگاران، معلمان در سراسر ایران، به ویژه معلمان زندانی در ایران، رسول بداغی گرامی و همه معلمانی که در زندان ولایت فقیه در ایران هستند. با آرزوی روزگاری خوش برای همه دانش آموزان و معلمان ایران و آینده روشن برای کودکان ایران. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم برنامه آقای محمد مصطفایی وکیل دادگستری با ما خواهند بود و درباره وکلای زندانی در ایران سخن خواهیم گفت. ایران از این بابت نیز در جهان، در تاریخ معاصر جهان نمونه و رده نخست است. تعداد وکیلانی که به زندان رفتند. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای محمد مصطفایی، وکیل سرشناس دادگستری که در خارج از ایران به سر میبرند ناخواسته در نروژ. سلام به شما آقای مصطفایی عزیز. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای چالنگی و بینندگان عزیز و محترم. آقای مصطفی گرامی، قبل از اینکه بپردازیم به وضعیت و تعداد وکیلان زندانی در جمهوری اسلامی، ما می‌بینیم که
این روند اعدام در نیمه اول برنامه هم صحبت کردن در جمهوری اسلامی ادامه داره همچنان. یعنی یک آماری من میخونم که در هر 7 ساعت در یه سال گذشته یک نفر اعدام شده، در زمانی که آقای حسن روحانی هم رئیس جمهور شد و وعده هایی داده بود و اقداماتی انجام میده و از این صحبت. نظر شما رو میشنیم، چرا؟ ببینید جناب آقای چارنگی، این مسئله هم میتونم بگم پیچیده ای هست، هم میتونم بگم اون پیچیدگی هایی که خب مسئولین دستگاه های اجرایی قضایی به دنبالش هستند یا تو سرشون میپرورونند و نداره. موضوع اعدام در حال حاضر یکی از موضوعهای بسیار مهم است. خود اعدام نشون دهنده این هستش که اون حکومت از پایین ترین حد تولرانس برخورداره، از پایین ترین حد مدارا برخورداره. یعنی آخرین حد این تولرانس، نبود مدارا، این گونه مجازات ها هست، مجازات هایی مثل اعدام. زمانی که یک حکومتی، حالا میتونه ایران باشه، میتونه عربستان باشه، یا حکومت دیگه به غیر از حکومت های پیشرفته که برای پیشگیری از وقوع جرم از راهکارهای بهتری استفاده میکنند، بخواهند در یک برهه‌ای از زمان، در حالا کوتاه مدت، بخواهند یک مشکلی رو حل بکنند، تنها چیزی که به ذهنشون میرسه این استش که از ابزارهای قدرت استفاده بکنند. یکی از ابزارهای قدرت این استش که برای جلوگیری از برخی جرایم از اعدام استفاده بشه. البته در رابطه با اعدام ما میتونیم جرایم رو تقسیم بندی بکنیم، به خاطر اینکه حتی برخی از جرایم سیاسی هستن که در اونها اعدام وجود داره، ولی باز هم ریشه به عدم توانایی در کنترل کشور برمیگرده. اگه که یک حکومتی بتواند به خوبی و به درستی و با یک استراتژی خیلی خوب کشور رو کنترل بکنه، دیگر نیازی به استفاده از اعدام در اون کشور وجود نداره. ما در سیستم حکومتیمون در کشورمان خب هم قوه مجریه رو داریم، هم قوه قضاییه رو داریم، هم قوه مقننه رو داریم. البته اینا 3 تا دستگاه‌های اصلی هستن که دستگاه‌های دیگری بر اینها هم نظارت می‌کنن. مثلا شورای نگهبان هست که نظارت می‌کنه روی انتخابات، شورای نگهبان هست نظارت می‌کنه روی قوانین، و رهبری هست که نظارت بر همه اینها داره. در قوه مقننه، زمانی که اعضای قوه مقننه یعنی نمایندگان مجلس به این نتیجه میرسن که نمیتونن یک مشکلی از مشکلات جامعه رو حل بکنن، سریع میرن از یک ابزار دیگه‌ای که ابزار فشار هست استفاده میکنن، میرن از اعدام استفاده میکنن. در قوه مجریه هم به همین صورته. قوه مجریه هم خب یکی از عوامل اصلی که ما اعدام ها رو در اون قسمت داریم قوه مجری است، به دلیل اینکه کسانی که مرتکب جرم میشن به دلیل مسائلی هست و معضلاتی هستش که قوه مجری ایجاد میکنه، مثل فقر، مثل نبود امکانات آموزشی، مثل نبود آزادی بیان یا این گونه موارد. در قوه قضاییه هم زمانی که یک مقداری پیچیدگی‌های خاصی در جامعه رخ میده، قوه قضاییه میاد وسط و میخواد اون قوانینی که قوه مقننه تصویب کرده رو اجرا بکنه. یعنی این 3 تا بدنه اصلی جامعه ما به جای اینکه از ابزارهای بهتری استفاده بکنن در کنترل حکومت، از ابزارهای خشونت‌آمیز و ابزارهایی که یعنی در قرن‌ها پیش ازش استفاده می‌شده استفاده می‌کنن. یعنی از عواملی اینه که شما اشاره کردید و فرمودید، اینا زمینه‌ساز افزایش اعدام‌ها شده در ایران، به طور مختصر اگه بفرمایید. دقیقاً اینها میتونه زمینه‌ساز بشه برای افزایش اعدام. خب آقای مصطفی، اگر حالا مثلا میگیم دولت بیاد و ادعا بکنه که آقا ما با قوه مجریه هستیم و ربطی نداره و قوه قضاییه ما مستقل هست، از این حرفای معمولی که معمول که همیشه میزنن، اما در این مواردی دولت مسئول امنیت خیابونها هست یا نیست؟ الان حمله موتورسواران، دوباره خیلی سونامی موتورسواران قرار را بیفته یا را افتاده در جایی،
ببینید، در قانون اساسی اصول بسیار خوبی وجود داره، به خصوص در اصل سوم قانون اساسی که مسئولیت‌های دولت رو بهش اشاره کرده و اینها حقوق ملت هست که در قانون اساسی وجود داره. یکی از اونها امنیت هست که در جامعه میباید ایجاد بشه و این امنیت رو نباید دست عوامل خودسر بذارن، به عهده کسانی بذارن که بدتر امنیت رو از بین ببرن. خب اینها هم یک نوع زمینه خشونت هستش که در جامعه ما ایجاد میشه. زمانی که این موتور سوارها یا گشت‌های احزاب و این حزب انصار حزب الله به خیابان‌ها میرن، اینها خود به خود خشونت رو در جامعه ترویج میکنن، خود به خود یاد میدن که مردم دست به خشونت بزنن. به همین دلیل است که ما جامعهمون در سالهای بعد از انقلاب جامعه خشنی شده. آنچه که در از عهده دولت برمیاد این استش که از روش ها، از ابزارهای بهینه، از ابزارهای مناسب برای امنیت کشور استفاده کنه، نه اینکه بخواد این امنیت کشور رو به دست یک سری افرادی بده. البته یه سری مذاکرات بین گروه های مختلف صورت گرفته و انصار حزب الله کمی عقب نشینی کردن، ولی باز هم اونچه که ما شاهدش هستیم این استش که در جامعه ما همین انصار حزب الله به خودی خود خشونت رو ایجاد میکنن و نمونهش این استش که در روزهای گذشته عده ای از دراویش گنابادی که خواستار آزادی وکلای دادگستری بودن و خواستار آزادی چند نفر از دراویش بودن اعتراض کردند و این افراد انصار حزب الله هجوم بردن و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. یعنی اینا نیروهای پلیس هم بود، نیروهای انتظامی بود. بله، نیروهای هست که نیروهای انتظامی هستن با باتوم. بله، این کار غیر قانونی هست، این کار عملی فراتر از قانون هست. دستگاه‌های انتظامی وظیفه‌شون هستش که امنیت رو حفظ بکنن. خب از یه طرف دیگه آقای مصطفی ببینید، اولا امنیت دیگه انصار حزب الله، این موتور سواران مکتبی یا هر چی که هستن، اینا میگن ما اصلا کاری نداریم، مجوز ما وظیفه داریم احکام شرعی رو اجرا کنیم. این احکام شرعی هم به این طریقی که اینا میخوان اجرا کنن 35 ساله میخوان اجرا کنن. یعنی شما همچنان برای 35 سال دوباره راه افتادن به چیزای بدجابی و بیجابی و از این حرفایی که از بعد از انقلاب بوده و ضد آزادی مردم. میره ما با امام جمعه مسجد فلان فتوا داده، ما پیرو اون هستیم، در اسلام هم به اعتقاد ما، یعنی اونا وظیفه ده، همونطور که با این فتواها آدم کشتن، با فتوای آیت الله فلان آقای نواب صفوی مثلا نخست وزیر وقت رو کشتن، یا آقای بخارایی حسن علی منصور رو کشت، و با فتواهای دیگه هر کاری که کردن، کاری که داعش هم میکنه اینه. اون بخن این موارد علمی نیست. اگه بخوایم با دید علمی به اینها نگاه کنیم، میتونیم بگیم که به هیچ عنوان علمی نیست و این کارها صرفا برای این هستش که یک ترس و وحشت ایجاد بکنن در جامعه و صرفا برای این هستش که یک گروهی که در حال حاضر غالب هستن اونها حکومت رو به دستشون بگیرن. در خیلی از کشورهای پیشرفته اصلا چنین مواردی رو هرگز نمیپذیرن و اصلا جزء موارد علمی حساب نمیکنن. از نظر جامعه شناسی و حتی از نظر جرم شناسی در کشورها ما هم بسیاری از جامعه شناسا، جرم شناسا و حقوقدانا، حتی خیلی از قضات دادگستری عقیده بر این دارن که تاکنون این گونه ابزارها نتیجه مثبت نداده، بلکه نتیجه معکوس داده، نتیجه منفی داده، باعث شده که فساد در جامعه بیشتر بشه، باعث شده که فساد در دستگاه‌های دولتی بیشتر بشه و باعث شده که یک نوع هرج و مرج در کشورمون ایجاد بشه. اینها به هیچ عنوان، هم شما میدونید، هم من میدونم، هم خیلی از بینندگان میدونن و حتی خودشون هم میدونن که اینها، این موارد، این کارها نه تنها علمی نیست، بلکه کاربردی هستش که دیگه در حال حاضر در یک کشوری که رو به مدرن شدن میره اصلا حکومت نمیتونه بکنه. اونجا صحبت هم اینجاست که آیا واقعا داره رو به مدرن شدن میره یا نه، این بحثیست که امیدوارم در برنامه‌های دیگه بهش بپردازیم. اما در همین کشور که این وضعیت رو داره، ما وکیلای زندانی هنوز داریم و من تقریبا وکیلی رو که اسمش منتشر شده باشه
و بشناسیم سراغ ندارم که به زندان نرفته باشیم. از جمله خود شما هم به زندان رفتیم. من هم چند بار زندان رفتم، اما در حال شرایط یه مقداری الان یه مقداری میتونم بگم که از به یه نوعی بدتر شده، به یه نوعی هم بهتر شده. در رابطه با موضوع وکلای دادگستری، یک نوع انتقامگیری در سیستم حکومتی وجود داره. اگر یک نوع افراد هستند که اونها دارن نظارت میکنن و اون افرادی که در حال حاضر دارن به نوعی فشار میارن رو وکلای دادگستری، همون کسانی هستن که برخلاف قانون کار انجام میدن یا فراقانونی عمل میکنن. اینها به روی وکلایی که خب به خصوص وکلای خاصی که در رابطه با موضوعهای حقوق بشر به خصوص کار میکنن یا وکلای درابیش گناوادی خیلی حساس هستن و اینها به نوعی سلیقه شخصیشون رو در این پرونده ها اعمال میکنن. شما ببینید آقای عبدالفتاح سلطانی که بازداشت هستن یا وکلای دیگری که بازداشت هستن یا وکلای درابیش گناوادی، اینها قربانی این تصمیم گیری ها و یا این انتقام جویی های شخصی شدن که در وزارت اطلاعات وجود داره، در سپاه وجود داره. ولی هستن برخی از وکلایی که دارن کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن. من دارم خیلی میبینم که وکلا خوشبختانه الان خیلی خیلی فعالتر شدن و امیدوارم این فعالیتشون هم همچنان ادامه بدن. اما وکلایی هم هستن که متاسفانه در دام این افراد میافتند و این افرادی که بیکار هستند و وقتشون رو به جای اینکه برای سربلندی کشور استفاده کنن، برای این استفاده میکنن که ما رتبه جهانیمون رو در رابطه با مسائل حقوق بشر کاهش بدیم. یعنی بازداشت کردن وکلای دادگستری، بازداشت کردن خبرنگارها یا بستن روزنامه ها، اینا آثار منفی در سطح بین الملل میگذاره. آقای مصطفی عزیز، وقتمون کمه، سوال من این که ببینید، آیا فکر نمیکنید یک نوع انتقامگیری پنهانی هم هست که دستگاه قضایی حکومت اسلامی یعنی روحانیت شیعه داره از دستگاه مدرن قضایی که وکلایی مثل شما و دستگاه قضایی که میدونیم در زمان رضاشاه دستگاه قضایی رو از روحانیت شیعه گرفتن و یک دادگستری مستقل درست کردن که دیگه دادگاه شرعی و قضات شرعی. فکر نمی کنم حالا که به حکومت دوباره رسیدن، یعنی اولین بار به حکومت رسیدن، دوباره دارن بر میگردونن به همون سیستم قدیمی قضات شرع و یه جور ستیزی با ببینید در رابطه با قضات دادگستری دقیقا همینطوره. قضات دادگستری رو از دانشکده های حقوق انتخاب نمی کنند یا کسانی که دانش آموخته حقوق در کشورهای خارجی هستن به ایشون عنوان انتخاب نمی کنند. قضات دادگستری رو میان از حوزه های علمی قم انتخاب میکنن یا علوم قضایی انتخاب میکنن یا در دانشگاه امام صادق انتخاب میکنن، کسانی که گرایششون بیشتر به فقه هست نه حقوق. این دوتا میتونم بگم که کاملا تا زیادی با همدیگه جدا هستن. فقه به نوعی بسته است، احکامش بسته است، ولی حقوق احکامش بازه. با حقوقدان با دید باز میتونه به پرونده ها نگاه بکنه، ولی فقها با دید بسته نگاه میکنن. و وکلای دادگستری کسانی هستند که از دانشکده های حقوق آمدن بیرون، بنابراین این دوتا رو به نوعی در جدال با هم دیگه قرار دادن. این یک سمت طرف قضیه است. یک سمت قضیه دیگه این هستش که واقعا دستگاه قضایی ما دستگاه قضایی مستقلی نیست. دستگاه قضایی هستش که ریاست اون توسط کسی اداره میشه که اون یک نفر توسط رهبری انتخاب میشه و کسی هستش که میبایست در اصل خواسته های و اراده یک حزب خاصی رو اعمال بکنه، مثلا محافظه کارا یا کسانی که روی کار هستن. بنابراین اصلا به هیچ عنوان دستگاه قضایی مستقلی ما در ایران نداریم. اگه که دستگاه قضایی مستقل داشتیم، همیشه هم گفتم هیچ وقت روزنامه نگارا بازداشت نمی شدن، وکلا بازداشت نمی شدن و روزنامه هم توقیف نمی شد.
سپاسگزار هستیم آقای مصطفی عزیز، با سپاس بسیار از شما و با این امید که در برنامه‌های آینده و وقتی بیشتر با بینندگان ما در تفسیر خبر ایران فردا باشید. منم از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما، سپاسی دوباره از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر برای همه شما عزیزان، به ویژه دانش آموزان ایرانی که سال تازه تحصیلی رو آغاز کردن در هر کجای ایران که هستند، با آرزوی فردایی روشن برای همه آنان، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دلهو، دراک و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.